سید اشرف سادات از جمله فعالین مدنی است که سالهاست رد پای او را در دادخواهی در هرات میتوان پیدا کرد، چه مسئله زنان باشد و چه محیط زیست. اما اکنون او از افزایش تهدیدهایی که به طور غیر رسمی علیه فعالین مدنی و نهادهای آنان میشود سخن میگوید. آنچه که به باور وی سبب شده تا به از دست دادن اشتیاق و سرعت در حرکت‌های مدنی او و همکارانش بیانجامد. ببینید، با گذشت چندین سال از وضعیت و متاسفانه متلاطم شدن اوضاع، فعالیت‌های مدنی کم شده. آهسته آهسته ما به نقطه رسیدیم که خیلی ها جا عوض کردن، دیگه نخواستن فعالیت مدنی کنن. دغدغه دارم از آنچه که میخوام بیان کنم. متاسفانه فعالیت مدنی کار آسانی نیست. شما همیشه میاییم دغدغه ها رو میگیم و برای اصلاحات کار میکنیم، در مقابل برابر اصلاحات همیشه ایستادگی به شدت زیاد است. شماری دیگر از فعالین مدنی هم که در این مدت توانستند گام هایی برای احقاق حقوق زنان، حفظ محیط زیست، حقوق کارگران و کودکان داشته باشند، از آن به عنوان بزرگترین دستاورد پسا طالبان یاد کردند. با این همه، با آن که از امیدها سخن زدند، اما دلنگرانی این روزهایشان نیز کم نیست. ما از تمام طرف های درگیر جنگ، از تمام کسایی که در بحث مذاکرات و گفتگوهای صلح قرار دارند، چی حکومت افغانستان، چی طالب های، می خواهیم که به فعالین حقوق بشری باید احترام قائل بشن، ارزش قائل بشن، چون اینا همیشه صدای حق طلبانه مردم از طریق برنامه های دادخواهی به گوش مسئولین رساندن. مسئله طالبان و گفتگوهای صلح یک چیزی بیشتر از نگرانی ایجاد کرده، به خصوص در ذهن ما زنها، و این که ممکن تاریخ سیاه طالبانی دوباره تکرار بشه و ما دوباره به عنوان زنانی که نیمی از جامعه هستیم و نیمی دیگر به هر حال در قسمت فرهنگ کار و اقتصاد باز تولید میکنیم و تربیه میکنیم، ممکنه با حاشیه برین. این بسیار نگران کننده است و ما رو واقعا نگران کرده. به باور آنان، تهدیدهای بیشماری که برخواست از بازگشت دوباره طالبان و وحشت بیپایان این گروه دارد، بسیاری ها را نگران کرده است. افزون بر اینها، شماری از اساتید دانشگاه نیز که از پیشرفت دو دهه اخیر افغانستان به عنوان ارزش ها یاد کرده، به این باورن که اگر فرد یا گروهی سعی در از بین بردن این داشته ها داشته باشند، با مخالفت های جمعی روبرو خواهند شد. او ارزش ها، البته چیزی که به نام ارزش ما داریم، سر از اونا پافشاری خواهد شد که اونا باید به همچنان به قوت خود نتونه باقی بمونه، بلکه باید تقویت هم بشه. حالا چی طالب یا چی هر کس دیگه که فردا بر رأس قدرت قرار میگیره، بخوایم و نخوایم باید به اینا تمکین بکنه و اینا رو بپذیره. اگر نپذیره دیگه ما در افغانستان نیستیم که مربوط به دهه 70 باشه یا دهه 50 و 60 باشه. نه، قطعا چنین چیزی نیست. ما امروز به 1400 داریم زندگی میکنیم، مردم به عقلانیت رسیدن. مسئولان کمیسیون صحوی حقوق بشر افغانستان نیز که از حمایتشان از رسانه‌های جمعی، مطبوعات و همچنان فعالین مدنی به منظور رشد این کشور سخن زده، از ادامه این حمایت‌ها با وجود تمام تهدیدات و خطرها به کمک نهادها و سازمان‌های بین‌المللی خبر می‌دهند. بحث رسانه‌ها و بحث مدافعان حقوق بشر و بحث مدافعان جامعه مدنی و کار و نهادهایی که در این عرصه کار می‌کنند باید مسئول باشند، محفوظ باشند و همچنان ادامه کار از اونها در سند توافقی که بین دولت و همچنان گروه مخالف دولت در به توافق میرسه، در روی سند حتما تذکر به عمل بیاید که به نحوی همین دلنگرانی و دلهوره از این نهادها از این نهایه مرفوع بشه. پیشرفت جامعه افغانستان در دو دهه اخیر هرچند کند، اما روبر جلو و امیدوار کننده بود است. بسیاری از ارزش ها برای مردم تغییر کرده و در بسیاری از زمینه ها فرهنگ سازی شده است. حال با شایعه قدرت گرفتن طالبان، باورها بر این است که قرار نیست تا مردم از این دستاوردها کوتاه آمده و تن به عقب گرد بدهند.